فرمایید. سلام خانم دانشور. سلام به شما. عیدتون تبریک میگم. متشکرم. همچنین بفرمایید. صحبت هم... شما چیه؟ بفرمایید. هم به شما و هم به همه همکاراتون. خیلی ممنون. خیلی ممنونم. بفرمایید. مرسی. من از آلمان زنگ میزنم. میخواستم به اون آقایی که گفتن چرا فحش میدی؟ میخوام بگم که من فحش میدم، از فحشم بالاتر میدم. مرسی که ببخشینا، من بی تربیت شدم، معذرت میخوام واقعا از حضور شما، به خاطر اینکه این آخوندا رو واقعا باز با اون عمامه‌هاشون بس به هم دیگه همه رو ردیفی، بعد نفت بریزن روشون، بریزن آتیششون بزنن. ماجرایی که براتون تعریف میکنن تقریبا مال 59-30 باید باشه. من کرج بودم، دو تا بچه هم همراه بوده، یکیش تو بغلم بوده، یکیش تو دستم بود، موشک زده بودن اون زورآبادشونو. بعد تقریبا یک 5-6 دقیقه 10 دقیقه گذشت، تمام این ماشینایی که می آمدن، تمام بچه های کوچیک بزرگا خونی همینطوری گریه می کردن، شوک شده بودن، همه مردم هر طوری می تونستن کمک می کردن. رسیدیم سر یک چهارراه طالاقانی، همینطور پیاده، من دوتا بچه ها تو دستم و دیگه گریه می کردیم اینا. خدا شاهده یه ماشین پارک کرده بود اونجا که میخواست از چراغ قرمز رد بشه. من همین جوری میزدم به این ماشین، میگفتم تو رو خدا بیا کمک کن، بیا این بچه ها رو از بغل مردم بگی ببر به دکتر برسون. این درا رو کشیده بود بالا، شیشه هاش رو قفل کرده بود. خود با کی؟ من خدا رو که دیگه نمیترسم هیچ، اصلا دین اسلام رو انداختم بیرون. باور کن عمامش ورداشته بود، روی صندلی گذاشته بود، نشسته بود رو عمامش که از ترسش مردم بهش حمله نکنن. این چی آدم باید بگه؟ چرا نباید فحش بدن؟ مرد بر این رژیم، مرد بر این آخوندا، همه شونو باید انداخت توی زباله های تاریخ، اصلا آتیششون زدین که حساب. باور کن هم خودم مریض شدم از اون موقع، هم دو تا بچه هم هر دوشون مریض شدن، اون شاد دکتر اومد بالا سر ما. بعدش هم دو تا از دختران اصلا اینجا تغییر دین دادن، دینشون اصلا قبول ندارن. مرد بر این رژیم بیاد، چه صافت ها. متشکرم، خیلی ممنون از این که صحبت کردید. خیلی ممنونم، متشکرم. من خیلی عصبی شدم، نمیتونم صحبت کنم. بله میدونم، اون منظره اومد جلوی چشم. بله میدونم، میدونم مردم، میدونم آخه جنایات این رژیم حتی هست نداره، میدونم. خیلی ممنون.